اگر از مقامات حمایت نشه، از نظام حمایت نشه، دشمنان چه کار خواهند کرد؟ امریکا چه خواهد کرد؟ اسرائیل چه خواهد کرد؟ غرب چه خواهد کرد؟ یعنی القاء حراس‌های موهوم و دشمنسازی. و امروز بعد از 44 سال می‌بینیم که هیچ دشمنی نمیتونست بیشتر از آنچه که حاکمیت کنونی به ایران و مردم ایران و دین و دنیای مردم ضربه زده، نمیتونه سر بزنه. یا بعضی از عقاید غلط که با مبانی دینی سازگار نیست، اینکه کشور توسط نائب امام زمان اداره میشه و ما مسئولیتی نداریم، مسئولیت هر چی که هست با ایشونه. و این حرفای مثلا نسبتا فهمیده ترا میزدن، و الا یه عده عرض کنم چه تعبیر کنم نمیدونم، یه عده تصور و توهمشون بر اینه که مثلا گوش ولی فقیه به دهان امام زمانه و او هر چی میگوید حرف ایشون است. این حرفا که دیگه واویلاست. خب اینو میگفتم که جناب اکبر نژاد از سالها پیش منتقد بود، ولی بالاخره به این جنبندی رسید که باید بیاد وسط میدان و در کنار مردم قرار بگیره و با مقامات عالی رتبه حرف بزنه. و دیدیم ایشون حرف زد، بسیار محترمانه حرف زد. ویدیوهای ایشون عرض کنم که پخش شده، دیدید و بعد میبینید که چقدر منطقی، چقدر محترمانه ایشون صحبت کرد و نقد کرد. هم آقای خمینی را نقد کرد، هم آقای خامنه ای را نقد کرد، کلیت نظام را نقد کرد از یک موضع کاملا فقیهانه و عالمانه. حالا گفتم ما یه اختلاف ممکنه با آقای اکبر نژاد داشته باشیم. آقای اکبر نژاد از صحبتاشون هم معلومه، ایشون همچنان امیدوار هست که نظام و مقامات عالی نظام خودشون سر این خر قدرت را کج کنن و برگردن و دست به اصلاحات ساختاری و اساسی بزنن. البته با شناختی که من از آقای اکبر نژاد دارم، اصلاحات مد نظر ایشون در حد یک رژیم چنجه، ولی در هر صورت ایشون نگران پس از جمهوری اسلامی، نگران فروپاشی، نگران هرج و مرج، چیزی که بنده و بسیاری دیگه نگرانش نیستیم. البته خالی از نگرانی نیست، کاملا توجه داریم که مسئله عبور از یک نظام به نظام دیگر چقدر صعبه، چقدر دشواره. اما مسئله اساسی، من بارها گفتم، وقتی خود نظام در حال خودزنی و خودبراندازی است و روند حکمرانی ما روز به روز داریم می‌بینیم به سمت فروپاشی است و اگه همه مسلحان عالم جمع بشن، خواسته باشن این نظام را نگهش دارن، نمیتونن نگهش دارن و به نقطه محتوم فروپاشی داره پیش میره و بیش از تصور من که قبلا گفته بودم، اینها اگر تا چند ماه پیش گفته بودم اگر تا 5 سال دیگه به عالم معجزه کردن، حالا شتاب گرفته فروپاشیشون، میبینیم هم در مسائل داخلی هم در مسائل منطقه‌ای. خب حالا نمیدونم صحبت از اصلاحات کردن واقعا چه معنی داره، صحبت از روزنه یابی چه معنی داره. همینجور منتظر بمونیم، همه منفعل، همه در حال نصیحت، همه در حال درخواست اصلاحات، این قطار داره به سمت دره داره پیش میره. اینا بعضیاشون ممکنه خودشون هم متوجه نباشن، البته به نظر من بسیاریشون متوجه هستن و بسیاریشون پیشبینی‌های این روزها را کردن، خرید خانه در ترکیه، در کانادا، در بسیاری از جاهای دیگه، ولی خیلی‌هاشون ممکنه متوجه نباشن. اینا ببرن کشور رو توی دره بیاندازن و کسانی به فکر آینده ایران نباشن، کسانی به فکر اون لحظه عبور نباشن و برای او چاره اندیشی نکنن و یک بدیل و جایگزین مناسب و دموکراتیک و مردمی برای ایران در نظر گرفته نشه. بنابراین میخوام بگم که آقای اکبر نژاد در زمره مصلحان اصلاح طلبانه، ولی تحمل نمیشه و دستگیر میشه. خود اینی که از دلایل اینی که آقایون بستن راه اصلاح طلبی رو، من در مناظره قبلیم گفتم که به دو دلیل مسئله اصلاحات منتفیه. یکی این که امکان اصلاح نظام وجود نداره، یک شاکله ای داره، یک ساختار و بافتاری دارد که این کلنگیست، آکنده از تناقضات است و قابل اصلاح نیست. و مسئله دوم اینه که اصلا آقایون دنبال اصلاح نیستن، آقایون خودشون در قله میبینن. کسی که خودش در قله میبینه برای چی باید بیاد پایین و دست به تغییر و اصلاح بزنه؟